فصل سوم بازی پاپی پلی تایم اخبار زیادی رو به همراه داره. با یه سری از رازهایی که در تریلر گیم پلی از دست داده بودیم، تاریخ انتشار و آپدیت های بازی که برای کنسول عرضه میشه. بعضی از آپدیت های DLC کاملا جدید، تاییدیه هایی که اسمایلینگ کریترز قرار در فصل سوم در اون ظاهر شن، تاریخ انتشار تریلر گیم پلی جدید و موارد دیگه. در ادامه با من همراه باشید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. لطفا ویدیو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. حالا بریم سراغ ویدیو. تریلر گیم پلی پاپی پلی تایم هفته گذشته برای عموم منتشر شد و ما در نهایت تونستیم ببینیم که آنتاگونیست اصلی کتنپ در شکل هیولایی کامل خود یا همون چیزی که فکر میکردیم چه شکلی خواهد بود. همونطور که توزیع‌دهندگان بعد از انتشار تریلر بیرون اومدن و به ما گفتن که با وجود اینکه مدل اون رو اینجا دیدیم، هنوز اون رو به طور کامل ندیدیم و این در واقع پیام خیلی جالبه، چون در حالی که به نظر میرسه کتنپ هستش، اگه به خاطر ندارید در طول فصل سوم ARG اسنادی به دست آوردیم که ما میگفتن هیولای کتنپ میتونه تا 3 برابر اندازه خودش رو تغییر بده. از این رو این دلیل اینه که در برخی از اسکرین شات ها اون فوق العاده بزرگ به نظر میرسه، در حالی که در بعضی دیگه خیلی کوچیک به نظر میرسه و بنابراین این نشون میده که میتونه چیزهای بیشتری در مورد هیولای کتنپ وجود داشته باشه که میتونه در چیزی شبیه به تریلر گیم پلی آینده برای ما فاشه که در ادامه در این ویدیو درباره اون صحبت میکنیم. اما بخش جالب دیگه تریلر اینه که در این صحنه به ما نمایی از اسباب بازی داگ دی نشون داده میشه که در داخل سالن پلیکر آویزونه، در حالی که صدای ناشناس میگه و بزرگترین سوالی که از کل تریلر داشتیم اینه که این شخص کیه که درباره کتنپ با ما صحبت میکنه؟ آیا کارمنده؟ شخصیت جدید؟ به اندازه کافی خنده داره. بعد از انتشار تریلر، حساب توییتر بالوین وایسز در مورد اون توییت کرد و گفت خیلی خوشحالم که اعلام کنم صدای داگ دی رو در فصل سوم پاپی پلی تایم انجام میدم و تایید میکنه که صدایی که در اینجا با ما صحبت میکنه در واقع شخصیت داگ دی هستش که میبینیم، همون کسی که ما رو در این صحنه کوتاه اینجا تعقیب میکنه. و این واقعا جالبه، چون تایید میکنه که هیولای داگ دی داستانی خیلی داگتر از اونچه اونا به ما میگن داره، چون همونطور که اشاره کردیم داگ دی به طور خاص در تریلر میگه این همون کاری که اون کتنپ با بدعت‌گذاران انجام میده و به احتمال زیاد از خود به عنوان یک بدعت‌گذار و وضعیت خود یاد میکنه، چون در تیزر قبلی عکسی از حمله یا احتمالاً ایجاد داگ دی توسط کتنپ دریافت کردیم در همون اتاقی که اون رو در تریلر میبینیم، که اتفاقا دقیقا همون پیام رو میگه و واضحه که کتنپ به دلیل بدعت‌گذار بودن با داگ دی کاری کرد، به این معنی که از اونجایی که اون آنتاگونیست اصلی فصل سومه، داگ دی در کنار ما خواهد بود و سعی میکنه جلوی اون رو بگیریم و از اون دوری کنیم. اما با این حال هنوز میبینیم که اون در یه نقطه از تریلر به ما حمله میکنه. پس چرا اون این کارو میکنه؟ خب یه چیزی که به شما نگفتم اینه که بازیگری که در این تریلر صداپیشگی کتنپ رو بر عهده داره، در واقع همون صداپیشه شخصیت هارلی سویره، خالق خود بیگر بادیز اینیشیتیو که همه هیولای کاخونه رو ساخته. شاید با توجه به ظاهر انسانی و صدای خیلی مشابه اون، شاید این همون چیزی باشه که سالها بعد از بسته شدن کارخونه از هارلی سویر باقی مونده. از اونجایی که اگه اون بود که همه بچه‌ها رو به هیولای بزرگ تبدیل می‌کرد، شاید اونا اون رو گرفتن تا با تبدیل کردن اون به داگ دی طعم داروی خودش رو به اون بچشونن. بنابراین بخیه‌های تکه‌ای دور بدنش می‌بینیم و بعدش اون در فصل سوم به ما حمله می‌کنه، چون ما سعی می‌کنیم به کارخونه اون نفوذ کنیم که اون با تمام اسرار خود به ایجاد اون کمک کرد. بچه‌ها فکر می‌کنین هدف داگ دی چیه؟ بعضی از اسرار جالب دیگه هم از زمان عرضه در تریلر پیدا شده، مثل این اتاقهای آزمایش در سمت چپ که در اسکرین شات های رسمی نشون داده شده و الان با گاز قرمز اطراف اون قابل مشاهده است که نشون میده گاز قرمز اینطور ایجاد شده. به نظر میرسه که کتنپ در اینجا به آرومی از بازتاب تلویزیون در سکانس مقدمه و بسیاری رازهای دیگه عبور میکنه. اما در حال حاضر از تریلر دور شیم. آپدیت های بزرگی در مورد پاپی پلی تایم داریم که روی کنسول عرضه میشه. در مورد پلی استیشن روز گذشته توسعه دهندگان بالاخره به طور عمومی اعلام کردند که پاپی پلی تایم فصل اول برای پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5 در 20 دسامبر سال جاری عرضه میشه.
همچنین چند رندر کاملا جدید برای این فصل وجود داره که به نظر میرسه کیفیت بالاتر از چیزی که قبلا از توسعه دهندگان دیدیم هستش و به علاوه همراه با این موضوع برای طرفداران نینتندو سویچ توسعه دهندگان بازی رو در فروشگاه سویچ قرار دادن که توی 25 دسامبر عرضه میشه. قیمت هر دوی اونا $5 هستش که خیلی بده چون بازی اصلی رایگانه، اما خیلی مهم نیست. با این حال این پورت‌ها فوق‌العاده جالبن و چیزی که اونا رو برای فصل خیلی مهم میکنه اینه که اگه به هر دو صفحه سویچ و پلی‌استیشن نگاه کنید، توضیحات فصل به طور خاص میگه الان با ویژگی‌های پیشرفته نسخه پلی‌استیشن فصل اول پاپی پلی تایم شامل پیشرفت‌های گرافیکی، بهبود گیم‌پلی، گزینه‌های جدید، پشتیبانی مهندسی‌سازی اضافی، رفع باگ و موارد دیگه. و ظاهراً این نسخه جدید از بازی قراره در واقع به نوعی یه ریمستر برای نسخه اصلی با بهبودهای اساسی در کیفیت باشه و واقعاً جالبه که اونا دوباره عناوین رو بازسازی میکنن، چون اگه اصلاً به فصل سوم پاپی پلیت هم نگاه کرده باشید تفاوت کیفیت بین اون و دو فصل دیگه روی کامپیوتر کاملاً مشخصه و موقعی که تریلر اخیر برای اولین بار منتشر شد از توسعه دهندگان در سرور دیسکورد پرسیده شد که قصد دارن برای رفع این تفاوت دیوونه کننده در کیفیت بازی چه کاری انجام بدن که اونا در چت سودی گفتن که یه چیزای برنامه‌ریزی شده و شاید این میتونه برنامه اونا برای بازسازی فصل‌ها باشه تا اونا رو برای فصل سوم آماده کنن و بعداً ریمسترها رو روی پیسی منتقل کنن. اما با نگاهی به اسکرین‌شات‌های بازی مسلماً این ریمستر فوق‌العاده به نظر نمیرسه. به احتمال زیاد به این دلیلی که روی کنسوله و توانایی مشابه کامپیوتر رو نداره. اما امیدوارم هر تغییر و پیشرفتی که به این نسخه اضافه میکنن راه خودش رو به پی سی باز کنه تا بتونیم پتانسیل کامل اون رو ببینیم. با این حال با بازگشت به فصل سوم ما به تازگی برخی از شخصیت‌های فصل سوم رو فاش کردیم، چون در حال حاضر تمرکز اصلی فصل که از روی همه تیزرها قضاوت میشه اسباب‌بازی‌های جدید اسمایلینگ کریتر هستش و در حال حاضر از 8 مورد فاش شده توسعه دهندگان تنها به طور رسمی تایید کردن که 3 مورد در فصل حضور دارن: کتنپ، داگ دی همونطور که قبلا ذکر کردیم و بابی بیر هاگ که در فصل سوم ARG در حال اجرا در اطراف دوربین‌های مدار بسته بود. اما در مورد بقیه شخصیت‌ها چطور؟ خب ممکنه توسعه دهندگان تایید کرده باشن که چندین اسمایلینگ کریترز جدید در این فصل میان، چون در سرور دیسکورد خودشون گفتن که ایده دارن یه شخصیت کاملا جدید وارد بازی بشه که همه از اون متنفرن. بنابراین فقط میشه حد زد که یکی از اسمایلینگ کریترز های جدید باشه، به خصوص از اونجایی که بعضی از اونا حتی به عنوان پرسر و صدا یا بی‌حوصله توصیف میشن در بین سایر ویژگی‌های احتمالاً نامطلوب. در واقع توسعه دهندگان گفتن که از شخصیت‌های متعدد در بازی متنفرن. به علاوه اونا همچنین ظاهراً تایید کردن که این موجود خندان خیلی خاص هم برگشته، چون در سرور دیسکورد صحبتی به نام پیکی پیگی مام وجود داشت که البته از طرفداران پیکی پیگی اسمایلینگ کریتر بود و هر چند وقت یک بار در چندین مورد در مواقع همون توسعه دهنده توبیاس به این کاربر جواب میده که از اسمش پشیمون میشه. اساساً تایید میکنه که پیگی پیگی 100% به نوعی در فصل سوم خواهد بود و در واقع اگه این شخص از اسم خودش پشیمون شه ممکنه به این معنی باشه که در نهایت میمیره یا اتفاق غم انگیزی براش در طول فصل رخ میده. در اخبار دیگه اگه به خاطر ندارید، در اوایل سال 2022 اعلام شد که پاپی پلی تایم قراره با دارک دیسپشن اسپین‌آف مانسترز اند مورتال با شخصیت‌های مثل هاگی و کیسی همکاری کنه. اما چه اتفاقی برای اون افتاد؟ در حالی که کاملا از هیچ جا صفحه استیم برای همکاری به روز شد تا چند اسکرین شات جدید به ما نشون بده، یکی از هاگی واگی و دیگری از گیم پلی واقعی در یک قسمت دریچه. بعدش اونها یه اسکرین شات از کیسی میسی در بازی رو به همراه یه نسخه کامل از مدل اون نشون دادن که خیلی جالب به نظر میرسه. به علاوه DLC به پاپی پلی تایم پنیش تغییر نام داد، با توضیحاتی که الان به اون اشاره شده که پاپی پلی تایم پنیش مدت زمان محدودی برای دارک دیسپشن هستش، به این معنی که این ایونت فقط به طور موقت در بازی برگزار میشه و توسعه دهندگان قبلا گفتن که تاریخ این آپدیت در یک زمان خیلی مشخص میاد. به احتمال زیاد تاریخ یا زمان انتشار فصل سومه که اخیرا تا سال 2024 به تعویق افتاد. بنابراین نشون میده که ممکنه خیلی زود اتفاق بیفته و در مورد اون بزرگترین سوالی که بعد از تاخیر فصل سوم ذهن همه رو به خودش مشغول کرده اینه که این فصل بالاخره چه زمانی منتشر میشه. و در حالی که مطمئنا نمیدونیم، همونطور که هفته گذشته اشاره کردیم تریلر جدیدی از گیم پلی بازی منتشر شد که به طور خاص به عنوان فصل سوم تریلر شماره 1 گیم پلی بازی منتشر شد. این یکی از چندین تریلر گیم پلی که قبل از بازی منتشر میشه و احتمالاً میتونیم منتظر تریلر جدید دیگه باشیم که تاریخ انتشار و غیره رو به ما میده. پس این دومین تریلر گیم پلی کی قرار منتشر شه؟
خب ما به طور قطع نمیدونیم، ولی شخصی در واقع از توسعه دهندگان پرسید که آیا قراره در ماه آینده در ژانویه منتشر بشه. با توجه به پاسخ فوق العاده خوشبینانه درسته و تایید میکنه که این درسته، به این معنی که بله تریلر دیگه هم وجود خواهد داشت که احتمالاً تعداد زیادی چیزهای جدید رو در بازی نشون میده که ما هنوز ندیدیم. برای مثال نگاهی بهتر به کتنب، اسمایلینگ کریترز و همچنین شاید حتی برخی از مناطق جدید داشته باشید، چون خارج از هوم سویت هوم و چند عکس پراکنده دیگه اینجا و اونجا ما واقعا چیز زیادی از پلیکر واقعی نمیبینیم و من انتظار دارم که به زودی اعلام شه، مثل اوایل ژانویه. اما احتمالاً امسال دیگه خبری دریافت نمی‌کنیم، چون متأسفانه توسعه دهندگان اعلام کردن که از 18 دسامبر تا سال جدید به تعطیلات میرن. اما اگه یه تریلر در ژانویه منتشر شه، به احتمال زیاد به این معنی که ما برای پنجمین بار به انتشار فصل 3 خیلی نزدیکیم. اما شما پیشبینی تاریخ دقیق خودتون رو در کامنت‌ها قرار بدید و بعداً ببینید که اون رو درست پیشبینی کردید یا نه. خب رفقا ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.